در نخست سرخط خبرها، تاکید رجب طیب اردوغان بر همکاری ترکیه برای بهتر شدن روابط میان افغانستان و پاکستان در دیدار با رئیس جمهور غنی. نگرانی مؤسسه افغانهای متأثر از ماین از افزایش آمار قربانیان انفجار ماین‌های زمینی در سال 2016 در کشور. مسدود شدن شارای سالنگ برای موترهای تیلری به دلیل بارش برف. و خواست سازمان همکاری های اسلامی از جهان برای برسمیت شناختن شرق بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین. با تقدیم سلام و وقتتون بخیر، بر بسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز پنجشنبه 23 قوس سال 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 14 دسامبر سال 2007 میلادی. مشروع خبرها، رئیس جمهور غنی در آشی نشست سازمان همکاری های کشورهای اسلامی در استانبول با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد. در این دیدار دو جانب پیرامون موضوعات مختلف به ویژه مسائل منطقه، پروسه صلح و همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. رجب طیب اردوغان در این دیدار از پروسه صلح به رهبری افغان ها حمایت نموده، اعلام آمادگی کرد که در بهتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد گام برخواهد داشت. از سوی هم رئیس جمهور غنی گفت حکومت افغانستان همواره بر مذاکره آماده بوده و اکنون نیز در دو بعد مذاکره با پاکستان از طریق دولت با دولت و مذاکره با طالبان از طریق گفتگوهای بین الافغانی که در گذشته نیز به موفقیت انجامیده آمادگی دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور که برای اشتراک در نشست اضطراری سازمان همکاری کشورهای اسلامی درباره تصمیم آمریکا در مورد بیت المقدس به ترکیه سفر کرده، شام روز گذشته با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه میگوید در این دیدار دو جانب پیرامون موضوعات مختلف به ویژه مسائل منطقه، پروسه صلح و همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی از رئیس جمهور اردوغان به خاطر برگزاری موفقانه نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی با ابتکار ترکیه تشکر کرد و این نشست را فرصت مناسب برای جستجوی راه حل‌های مناسب به موضوع فلسطین عنوان نمود. آقای غنی از کمک و همکاری های ترکیه در عرصه های مختلف با افغانستان، به خصوص همکاری آن کشور در چوکات آیساف، ماموریت حمایت قاطع و کمپانی های ترکی که در حال حاضر در افغانستان کار می نمایند ستایش کرد. در این ملاقات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز گفت که کشورش در کنار دولت و مردم افغانستان همچنان باقی خواهد ماند و آماده هر گونه همکاری در عرصه های مختلف با این کشور می باشد. و افزود ترکیه همکاری خیش را در عرصه تعلیم و تربیه با افغانستان افزایش خواهد داد و پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی برای زنان در افغانستان ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا استقبال نمود و ضمن مهم دانستن آن استراتژی مذکور را جهت تغییر وضعیت در منطقه مثبت خواند. آقای اردوغان همچنان از پروسه صلح با رهبری افغانها حمایت نموده، اعلام آمادگی کرد که در بهتر شدن روابط میان افغانستان و پاکستان گام بردارد. رئیس جمهور غنی نیز در این دیدار گفت که هدف اساسی حکومت افغانستان و استراتژی ایالات متحده آمریکا تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه می باشد و حکومت افغانستان از فرصتی به وجود آمده استفاده مثبت و مؤثر خواهد کرد. و افزود که حکومت افغانستان همواره برای مذاکره آماده بوده و اکنون نیز در دو بعد مذاکره با پاکستان از طریق دولت با دولت و مذاکره با طالبان از طریق گفتگوهای بین الافغانی که در گذشته نیز به موفقیت انجامیده آماده می باشد.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده از حکومت افغانستان خواسته است که روند اصلاحات را ادامه داده شرایط قابل قبول برای همه گروه‌های نژادی در افغانستان ایجاد کرده و همچنان شرایط را فراهم آورد که اگر طالبان دست از جنگ و خشونت بردارند و حاضر به مذاکره شوند بتوانند سهم در حکومت داشته باشند. آقای تیلرسون گفت لازم است حکومت افغانستان درک کند که باید روند اصلاحات را ادامه دهد و نیز باید به ایجاد شرایط دوام دهد که برای همه گروه‌های نژادی در افغانستان جامعه پنداشته شود و نیز شامل جایگاه برای حضور طالبان در یک حکومت مشروع باشد. البته برای زمانی که طالبان آماده رد تروریسم شوند، جنگ را ترک کنند و به میز مذاکره بیایند. وزیر خارجه ایالات متحده خطاب به طالبان نیز گفت که هرگز در میدان جنگ پیروز نخواهند شد، پس به گفته وی بهتر است که وارد روند مساهله شوند و در نهایت شامل یک حکومت در افغانستان گردند. آقای تیلرسون همچون علاوه کرده است که پاکستان باید روابط خود را با شبکه عقانی و سایر گروه‌های تندرو تغییر دهد و اگر رهبران پاکستان مواظب نباشند کنترل کشور خود را از دست خواهند داد. آمار قربانیان انفجار ماین‌های زمینی در سال 2016 در کشور افزایش یافت است. مؤسسه افغان‌های متأثر از ماین با نشر گزارش می‌گوید حدوداً ماهانه بیش از 100 تن در افغانستان قربانی انفجار ماین‌ها می‌شوند. رئیس این مؤسسه می‌گوید که این افراد از اثر ماین‌های کنارجادگی، ماین‌های چسبکی، مهمات خوشه‌ای و مواد منفجر ناشده قربانی شدند. بر بنیاد این گزارش 1943 تن در سال 2016 میلادی بر اثر انفجار مواد منفجره قربانی شدند. در کنار جنگ‌ها و حملات انتحاری، ماین‌های جابجا شده در کنار سرک و مواد منفجره ماهانه حدود 100 قربانی از باشندگان کشور می‌گیرد. مؤسسه افغان‌های متأثر از ماین با نشر گزارش می‌گوید آمار قربانیان انفجار مواد منفجره در سال 2016 به طور نگران کننده افزایش یافته است. 1943 تن در سال 2016 بر اثر انفجار ماین قربانی شدند که 633 تن بیشتر نسبت به سال 2015 میلادی می باشد. بر بنیاد این گزارش، بیشتر افراد بر اثر ماین های جابجا شده از سوی مخالفان مسلح قربانی شدند. آمار نشان می دهد که حدوداً ماهانه 100 نفر ما در افغانستان قربانی ماین داریم. شما اونجا دیده می تونید. اکثر این قربانیان ماین پیشتر در گزارش گفته شد که قربانیان ماین های کنار جاده هستند، ماین های چسبکی هستند که این ارقام در افغانستان بالا برده است. آمنه عظیمی یکی از قربانیان انفجار ماین است که میگوید معلولین مشکلات زیادی دارند. از عدم توجه دولت به آنان گرفته تا دیدگاه منفی اجتماعی در برابرشان. او همچنان از بسته شدن ادارات کمک کننده به قربانیان ماین در کشور ابراز نگرانی می کند. بیش از سال 2014 تعداد زیادی از دفاتر مدنی بودند که در بخش های مختلف برای ارتقا و حمایت اشخاص دارای معلولیت فعالیت می نمود. که متاسفانه بعد سالهای اخیر به خاطر نبود حمایت مالی فعالیت های مدنیشان کاهش چشمگیری داشته است. نگرش منفی جامعه در خصوصی معلولیت یا در رابطه به معلولین، این خودش یک مشکل بسیار بزرگی است که این باعث شده وارا از کار کردن، مشارکت و سمگیری در جامعه جلوگیری بکنه. مؤسسه افغانهای متأثر از ماین همچنان از افزایش ساحات ملوث با ماین ابراز نگرانی می کند و از دولت می خواهد که جلو بیشتر شدن قربانیان ماین در کشور را بگیرد. دولت افغانستان از یک طرف برای جلوگیری از قربانیان بیشتر باید فعالیت انجام دهد و وسعت بدهد و از طرف دیگر به نیازمندی های قربانیان ماین بیشتر توجه شود. در تمام عرصه‌هایی که قربانیان ماین ضرورت می داشته باشند. بر بنیاد این گزارش در سال روان تعداد قربانیان ماین در یمن نسبت به افغانستان بالاتر بوده است. این گزارش همچنان نشان می‌دهد که هنوز هم 600 کیلومتر مربع خاک کشور ملوث با ماین است و در بعضی مناطق در ساحات پاک شده دوباره ماین فرش شده است.
افغانستان بر اساس میثاق اتاوا ملزم است که تا سال 2023 میلادی ساحات ماین‌گذاری شده را پاکسازی کند. اما نهادهای ماین‌پاکی نبود بودجه کافی تداوم جنگ و ماین‌گذاری دوباره ساحات پاکسازی شده را بزرگترین مشکلات برای رسیدن به این هدف عنوان کردند. شاهرای سالنگ به دلیل بارش برف صبح امروز برای موترهای تیلری مسدود شد. رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها گفته است که شب گذشته در سالنگ جنوبی 45 سانتی متر و در سالنگ شمالی 25 سانتی متر برف باریده است. او میگوید که این شاهرا حوالی ساعت 6 صبح امروز به همین دلیل برای موترهای تیلری مسدود شد. با گفته او بارش برف در سالنگ ها هنوز هم ادامه دارد و پیش بینی می شود که تا صبح روز جمعه ادامه پیدا کند. وی می گوید که شورای سالنگ تا زمان مسدود خواهد ماند که بارش برف متوقف شود. این در حالی است که امروز کابل پایتخت کشور هم شاهد برف بوده است. نزدیک به 400 تن امروز تا این مراسم از مکتب نظامی حربی شوانزه سند فراغت از صنف 12 را به دست آوردند. این فارغان به مدت 3 سال در مکتب حربی شوانزه در کنار نصاب تعلیمی وزارت معارف اساسات ابتدایی نظامی را نیز آموزش دیدند. مسئولان وزارت دفاع ملی در این مراسم گفتند این نظامیان در آینده کسان خواهد بود که از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد. قرار است این فارغان برای ادامه تحصیلاتشان شامل پوهنتون‌های نظامی کشور شوند. اینان متعلمین مکتب نظامی حرب 16 هستند که امروز از 79 دور فراغت این مکتب نظامی از صنف 12 فارغ شدند. این نظامیان جوان برای مدت 3 سال در این مکتب نظامی در کنار نصاب تعلیمی وزارت معارف اساسات ابتدایی نظامی را نیز آموزش دیده اند. در این دور 370 تن از این مکتب نظامی فارغ شدند و قرار است این نظامیان جوان برای ادامه تحصیلات عالیشان شامل پوهنتون‌های نظامی کشور شوند. شاگردان حربی 16 در مدت 3 سال تعلیمی علاوه بر مضامین شامل نصاب تعلیمی دوره ثانوی معرف کشور با اساسات و قواعد نظامی آشنایی و بلدیت کامل پیدا کرده و خصوصیت یک فرد نظامی را کسب می نماید. امروز با تعداد 374 نفر از صنف 12 فارغ و سند فراغت خویش را به دست آورده. فارغین این مکتب نظامی می گویند در مدت 3 سال آموزش های خوب نظامی را فرا گرفتند. اینجا که ما آمدیم 3 سال تعلیمات نظامی سپری کردیم، بسیار تعلیمات خوب دیدیم. حربی شوانزه هم اگه میفهمه که تهداب اردو است و مهد پرورش افسران اردوی ملی است. ما که از اینجا فارغ میشیم بخیر میریم به اکادمی مارشال فهیم. تعهد ما به خدمت به وطن ای است که ما از تمامیت اراضی وطن و ناموس ملی خود دفاع میکنیم. حربی شوانزه را میتوانی اگر افغانستان کوچک نام نهاد، چون حضور همگانی اقوام مختلف میتواند یک مشت کوبنده در دهن تفرق افغانان باشد. قماندان عمومی اکادمی نظامی مارشال فهیم به فارغین مکتب حرب 16 اطمینان داد کسانی که از این مکتب فارغ می شوند به سرنوشت نخواهند ماند و تمامی آنان جذب پوهنتون‌های نظامی کشور به ویژه اکادمی نظامی مارشال فهیم خواهند شد. هیچ کسی در حالت انتظار نمی تواند که باقی بماند. هیچ کسی هم به سرنوشت نمی شه. مخصوصا پلیسی های اخیره که پوهنتون در برابر شما قرار داده، ما بسیار به صراحت برای شما حقتان می دانیم که 100% فارغین ما، 100% شما فارغین 12 به اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم شامل شوین. مسئولان وزارت دفاع ملی در این نشست ضمن اظهار نگرانی از افزایش ناامنی ها و گسترش جنگ در بخش های مختلف کشور
ابراز امیدواری کردند که نظامیان جوان در آینده از تمامیت ارضی کشور دفاع نمایند. افغانستان امروز نیاز مبرم برای کسایی دارد که بتوان از تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی به شکلی که لازم است و مردم افغانستان از ما آرزو دارند دفاع بکند. این نظامیان جوان در حالی از صنف 12 مکتب نظامی حرب 16 فارغ شدند که قرار است بعد از گذشتاندن دوره‌های آموزشی بیشتر در مقابل هراس افغانان بیستند که هنوز هم در مورد حمایت، تجهیز و رساندن امکانات از سوی دولت به نظامیان کشور در میدان‌های نبرد به نهادهای امنیتی انتقادهای وارد می‌شود. عملیات تصفیوی نوید 8 که به خاطر پاکسازی شورای میمن اندخوی را انداز شده است، شاید پیشرفت‌های خوبی بوده است. ولی فاریاب هین بازدید از اجرای این عملیات گفت که هدف از راه اندازی این عملیات تصفیه شورای میمنه الی ولسوالی‌های چهارگانه اندخوی از وجود مخالفان مسلح دولت میباشد. با گفته والی فاریاب این عملیات تصفیوی با حمایت هوایی نیروهای بین المللی در 3 مرحله اجرا خواهد شد. مقام های ولایت فاریاب می گویند که عملیات تصفیوی نوید 8 در این ولایت در 2 روز گذشته دستاوردهای خوبی داشته است. والی فاریاب هدف از راه اندازی این عملیات نظامی را برچیدن تهدیدات موجود در شاهراه میمنه الی ولسوالی اندخوی می گوید. او که از اجرای این عملیات در جمعه بازار ولسوالی خواجه سبزپور دیدن می کرد، گفت که این عملیات با حمایت قوای هوایی نیروهای بین المللی اجرا می شود. عملیات نوید 8 هم به نام نوید 8 فعلا کارشان از دیروز به این طرف ادامه پیدا کرده. هدف از اونا هم تامین امنیت شورای لمبر 1 است که این شامل ولسوالی خواجه سبزپور، شیرین تگاب و دولت آباد است. به این خاطر اونا قطعاتی که شامل عملیات هستند مصروف فعالیت های عملیاتی هستند. به گفته ای او این عملیات با حضور هزاران نظامی افغان در 3 مرحله اجرا می شود. مقام های امنیتی همچنان می گویند که پس از تصفیه این شاهراه پسته های امنیتی نیز در آن ایجاد خواهد شد تا این مسیر دوباره ناامن نشود. ما امیدوار هستیم این عملیات با عملیات های قبلی بسیار فرق داشته باشه. داره انشالله اطمینان میتیم برای مردم خودم. یعنی ای به مسابقه یک وظیفه بسیار خطیر پیش روی مردم ما، ملت ما قرار داره و انشالله ما ای را مثل مردم ها که چشم انشالله بعد از ای را نگاه میکنیم و ایش نمیخواهیم که را دوباره بسته شود. ما خوب بلان ها و برنامه داریم. تقاضای شورای ولایتی از رهبری ولایت تمیز است که به خاطر آرامش ملت مردم یک لازم غفلت نکنه، به خاطر عزیز هم پال داشته باشن، نشه که دوباره خدای نخواسته قبلا که در هر نقطه که عملیات صورت میگیره پس دوباره تال میگیره. عملیات نوید 8 صبح روز سه‌شنبه آغاز شده است و مقام های امنیتی میگویند که تاکنون چندین تن از مخالفان مسلح به شمول چند قماندانشان در اثر حملات زمینی و هوایی کشته و زخمی شده اند. این عملیات در 70 کیلومتری مسیر شاهراه میمنه قرمقل راه اندازی شده است که 40 کیلومتر آن خیلی ناامن گفته شده است. رئیس کمیسیون نظامی و فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولایت فراه کشته شد. وزارت دفاع ملی با پخش خبرنامه میگوید رئیس کمیسیون نظامی و فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولایت فراه که چند روز پیش از اثر یک حمله هوایی در ولسوالی خاک سفید ولایت فراه زخمی گردیده بود کشته شده است. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید در عملیات هوایی که به تاریخ 20 ماه قوس در قریه دیوار سرخ ولسوالی خاک سفید ولایت فراه را اندازی گردیده بود، 8 طالب مسلح به شمول یک قماندان محلی طالبان به نام عدالت کشته و 8 تن دیگر به شمول داوود مزمل رئیس کمیسیون نظامی و قماندان قطعه سرخ طالبان در ولایت فراه زخمی گردیدند. با گفته آقای وزیری داوود مزمل در ولسوالی خاک سفید مخفی گردیده بود و پس از اینکه نتوانست برای مداوای جراحتش با یکی از مراکز صحی برود شب گذشته کشته شد.
سازمان همکاری های اسلامی در بیانیه پایانی نشستی که در استانبول برگزار شده بود از جهان خواست که فلسطین را به رسمیت بشناسد و شرق بیت المقدس را پایتخت فلسطین بدانند. بیانیه سازمان همکاری های اسلامی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شناسایی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل را باطل و بی‌اعتبار می‌خواند و از آمریکا می‌خواهد این تصمیم را لغو کند. این بیانیه همچنان میگوید که این تصمیم به معنای عقب نشینی آمریکا از نقشش در فرایند صلح خاورمیانه است. در این نشست همچنان تاکید شده که کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی علیه دولت ها، مقام ها، مجالس، شرکت ها و اشخاص که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسند از وضع محدودیت های اقتصادی و سیاسی استفاده کنند. استفان دموستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه روز گذشته از روسیه خواسته است تا حکومت سوریه را متقاعد کند که طرح صلح را برای حل و فصل جنگ در سوریه بپذیرد. استفان دموستورا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی سیویس تاکید کرده است که اگر دستیابی به صلح با میانجیگری سازمان ملل در سوریه به سرعت محقق نشود، این کشور تجزیه خواهد شد. نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید هیئت مخالفان دولت سوریه اعلام کردند که با هیئت حکومت بشار اسد رو در رو مذاکره کنند. با گفته اید مسترا اما حکومت سوریه آماده این مذاکرات نیست و میگوید آمادگی گفتگوی رو در رو با مخالفان را ندارد. استفان دموسترا همچنان تاکید کرده است تنها از طریق مذاکرات صلح جنوا جنگ پیچیده داخلی در سوریه به پایان میرسد. این در حالی است که مذاکرات صلح سوریه تا هنوز نتیجه نداشته است. روسیه از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در مورد مذاکره با کره شمالی استقبال کرد. در حالی که روز سه‌شنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد نمود که با کره شمالی بدون کدام پیش شرط مذاکره شود، مقامات روسی این پیشنهاد را سازنده خوانده و آن را یگانه راهکار درست برای رفع تنش‌های موجود روی برنامه هسته‌ای کره شمالی خواندند. با این همه پس از این اظهارات رکس تیلرسون یک مقام کاخ سفید اعلام کرده تا وقتی که پیونگ یانگ رفتارش را اصلاح نکند آمریکا حاضر به هیچ گفتگوی نخواهد بود. این مقام رسمی که نامش افشا نشده گفته است با توجه به آزمایش اخیر کره شمالی حالا وقت مذاکره با کره شمالی نمی باشد. سازمان دکتران بدون مرز میگوید بیش از 6700 تن از مسلمانان روهینگیا یک ماه پس از آغاز خشونت ها در میانمار کشته شدند. آمار این سازمان بر مبنای مصاحبه با بیش از 600,000 روهینگیایی است که از خشونت ها در میانمار و بنگلادش فرار کردند. آمار دکتران بدون مرز 17 برابر آماری است که ارتش میانمار اعلام کرده است. این سازمان میگوید 730 تن از این کشته شدگان کودکان زیر سن 5 سال بوده است. سازمان ملل متحد میگوید سازمان‌های امدادرسانی هنوز امکان دسترسی به ایالت راخین در میانمار را ندارند. بر اساس گزارش‌ها نزدیک به 650,000 تن از مسلمانان روهینگیا در میانمار به دلیل خشونت‌ها در این ولایت به بنگلادش فرار کردند. و در نتیجه حملات هوایی ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا در سوریه 23 غیر نظامی کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه و فعالان مخالف دولت این کشور میگویند حملات هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا در دیرزور در شرق سوریه منجر به کشته شدن حداقل 23 غیر نظامی شده است. این حملات هوایی نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا قریه جیزیر شرق در دیرزور سوریه که تحت کنترل گروه داعش است را هدف قرار داده است. یک سخنگوی ارتش آمریکا گفته است ادعای وارد شدن تلفات به غیر نظامیان بررسی خواهد شد. او در این حال گفته است که نیروهای ائتلاف تنها به اهداف نظامی معتبر و صحیح حمله می کنند. بینده های ارجمند رسیدیم به لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزار از اینکه در این بسته خبری با ما بودید. وقت بخیر. خدا نگهدار.